بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضایی سرشار از شوق، محبت، شفقت و خرد پروری ایجاد بکند که ما بتوانیم به کمک گفتمان سالم همراه با عدم بغض، عدم تعصب و اینکه بخواهیم همدیگر رو کوچیک بکنیم یا به همدیگه برتری و بهتری نشون بدیم، این فضا رو ما باز کردیم تا بتوانیم به یه راه‌حل‌های کلی، منطقی و انسانی در باره مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی رو بیابیم و شاید به این امید آینده بهتری برای خودمان و اهل عالم ایجاد بکنیم در این عالمی که جمعی انسان‌ها یک خانواده بزرگ محسوب می شوند، مستقل از جنسیت و یا قومیت، رنگ و غیره. برنامه امروز یک برنامه ویژه است به مناسبت آنکه ما اس اساس تمام مشکلات عالم رو این میدانیم که عشق، محبت، دوست داشتن حقیقی مفهومش از دست رفته و به جای آن که ما عشق رو تجربه بکنیم، ما بیشتر آن عشقهای تصنعی رو در چشم خودمون آوردیم و عشق رو آن دانستیم که هر کسی که مرا دوست داره و با عقاید من، با آرمانهای من هماهنگی داره، اون عشق واقعی داره، حالان که عشق مفاهیم گسترده‌ای داره و این مفاهیم اگر ایجاد بشه به صلح، دوستی می انجامه. دوست عزیزی رو که دعوت کردم و خوشبختانه دعوت من رو پذیرفتن، کسی است که فی الحقیقه یک مظهر عطوفت، مظهر عشق، مظهر خرد و از همه مهمتر هدفش آن است که با سادگی تمام ولی با فرهیختگی مسائل رو به سمت عشق ورزی مطرح کنن و یک دعوتنامه‌ای، عشقنامه‌ای به هم میهنان خودشون که شما باشید ارسال کنند. ایشان جناب دکتر علی اسدی، استاد دانشگاه و یک عارف در آثار ادبیات فارسی، شعرا و از همه مهمتر آنچه که ما رو به عرفان حقیقی نزدیک می کند. خیلی خیلی خوش آمدین جناب دکتر اسدی عزیزم. درود بر شما و تمام همزبانان و یکدلان عزیز در هر جای این کره خاکی که هستند. سپاس از توجه و تأمل شما، از این فرصت که پیش آمده که در مورد سوال بنیادی عشق چیست صحبت کنیم خوشحال هستم. خود سوال عشق چیست به نظر من مهمترین پرسشی هستش که هر انسانی میتونه از خودش بپرسه و خیلی هم نباید در پی یافتن پاسخی برای اون باشیم، چرا که
ذات بشر اینگونه است که وقتی پاسخی برای پرسشی یافت، همونجا میسته از جستجوگری و کشف بیشتر. از این جهت پرسش عشق چیست در ذات خودش، گرچه فلاسفه و اندیشمندان بسیاری به اون پرداختند و شاید تمام ادبیات جهان حول این پرسش میگرده و به این میپردازه به زبانهای مختلف که عشق چیست، و هر کسی پاسخی در خور و حد ادراک خودش از آفرینش برای این پرسش بنیادی داره، و این پرسش عشق چیست جانی در درونش داره که اساس کشف رموز هستیه. ما در جهانی زندگی میکنیم که بی نهایت شگفت انگیزه، پر از رمز و راز و اسرار هستش. در این گستره بی انتها انسان و اندیشش در بازه ای از زمان که بسیار کوتاه هست به نام عمر تلاش میکنه که معنای این شگفتی رو، معنای این حضور در این مکان گسترده بی انتها رو که نه آغازش پیداست نه پایانش بیابه. این گمگشتگی در برابر این عظمت لایتناهی و شگفتی های که ما ازش هیچ نمیدونیم جز اندکی، رنج و اندوهی رو توامن به زندگی بشر در واقع میبخشه که همواره انسان فارغ از اینکه چقدر دانش داشته باشه، چقدر هنرمند باشه، چقدر عمر داشته باشه، زندگی سوگناک و اندوهباری داره، رنج میکشه، و این رنج بی انتها و این شگفتی بی انتها همیشه در واقع در تقابل هم هستن. به قول سنایی میگه حسن معشوق را چون نیست کران، درد عشق را نهایت نیست. یعنی این رنج بی پایان بشری و این شگفتی اسرارآمیز آفرینش چون توأمن در مقابل هم قرار میگیرن، این خصلت رو برای زندگی بشر میآفرینند. عشق در این میان فرصتی هست، مجالی هست تا بشر در این دنیای پرشگفتی و در این عمر کوتاهی که پر از رنج هست ورای خودش به معنا برسه. و طبیعت ذهن بشر از اونجا که همواره در تکاپو و تلاطم هست، مغز بشر از لحاظ نورولوژیکی و از لحاظ طبیعی و فیزیولوژیکی هرگز استراحت نداره. حتی زمانی که ما میخوابیم هم مغز بشر حتی فعالتر هست و با خودش حرف میزنه، با دیگری حرف میزنه، با دنیا برهمکنش داره. این برهمکنش ها رو سعی میکنه که تجزیه و تحلیل کنه و برای قدم به قدم در زندگیش امکانهای مختلف داره و امکانها در واقع مجال انتخاب رو به او میده. چون این مجال انتخاب رو به او میده در برابر جبر بزرگی که شگفتی آفرینش برای او پیش روی او نهاده، این حس انتخاب کردن که کدام درست است، این یا آن، همیشه استراب و تنشی بی پایان به او میدهد. و اگر به شادی بنشینه مطمئن نیست
از شادی خود، اگر به سوگ بنشینه مطمئن نیست به سوگ خود، اگر تحصیل بکنه در پایان زیر سوال میبره که این تحصیل هم به اون چیزی که گم شده ای که دنبالش بود او رو نرسون، اگر به فکر جمع‌آوری امکانات مالی و مادی هست باز هم او رو ارضا نخواهد کرد، خوشنود نخواهد کرد، چرا که ذاتاً بشر لذت جوست و در پی آرامشی هست در این طوفان سهمگینی که ذهنش ساخته در مقابل با این شگفتی بیکران و اسرارآمیز زندگی. عشق معنای حقیقیش فارغ از این که در چه مرتبه‌ای هست در اونجا متجلی میشه، این پرسش عشق چیست و این تجلی در زندگی بشر به حماسه‌ای میمونه، حماسه‌ای که انسان با اینکه میداند عمر کوتاهی دارد، با اینکه میداند در برابر این اسرارآمیز پرشگفتی که آفرینش نام داره هیچ در واقع مسئولیتی نداره در مقابل بزرگترین حقیقت عمر کوتاه خودش که مرگ است، بی‌دفاع هست و در برابر اتفاقات زندگی با تمام ابزاری که آفریده در علم و تکنولوژی و هنر باز هم شکننده و آسیب پذیر هست. این حماسه از اونجایی آغاز میشه که به دنبال کشفه. پس عاشق به زبان دیگه اگر یک جنگجو بخوایم متصورش کنیم، یک جنگجویی هستش که باید انتظار شکست داشته باشه، باید انتظار شکسته شدن داشته باشه، باید انتظار از دست دادن همه چیز داشته باشه. اگر یک جوینده و کاشف او رو بدانیم، باید کاشفی باشه که منتظر گم شدن باشه در این پهنه بی انتها. و اگر هر دو اینها باشه که یک جنگجوی آماده شکست، آماده از دست دادن همه چیز، یک کاشف آماده گم شدن باشه، او عاشقی راستینه. و این حماسه که قصه های متنوع و مختلفی داره هنوز تعریف درستی ازش ارائه نشده، چون که تعریفش به گستردگی بیکرانی آفرینش هست، سبب پویندگی بشر میشه، سبب این میشه که در مقابله با تضادهایی که ذهن خودش داره در ارتباطاتش با انسانهای دیگه، در با طبیعت، با زمین و با عمر کوتاه خودش، میان ایمان و کفر، میان اهورا و اهریمن، میان محبت و نفرت، میان تسلیم و عصیان، میان جاودانگی و ابدیت و یک دم، میان شوردگی و صلح، میان جنگ و دوستی به معنایی برسه که برای خودش و برای دیگری بستری رو فراهم کنه که حقیقت در اونجا دمی رخ بنمایه. باید این که انسان در روابط انسانیش به دنبال معشوق میگرده، وقتی که به معشوقی رسید در دوره‌های مختلف عمر علاقه رمانتیک خودش مراتب مختلفی رو طی می‌کنه و گاه ناامید میشه و علت این هستش که او به دنبال گم شده خود هستش، که تمام اون مفاهیمی که به طور ذاتی میداند که باید بیابد در وجودی که معشوق هستش پیدا نمی کنه.
حالا این سوال این هستش که چه باید کرد؟ چگونه باید این پرسش عشق چیست رو مشق کرد؟ بدون اینکه جواب خاصی ازش انتظار داشت، چگونه به قول شما تجربه کرد تجربه عاشقانه رو؟ چون علم عشق در هیچ کتابی نیست، گرچه ادبیات و فلسفه پر از توضیحات مختلف هست که عشق چیست، اما عشق هنوز ناشناخته است، شاید نشناختنی هستش. طبیعت عشق ورای بود و نبود هست و از این جهت نشناختنی هستش. از این جهت این پرسش مقدس و حماسی هست که عشق چیست. باید با این پرسش زیست و عاشقانه زیست و گاه به دنبال پاسخ نبود. شاید این راز تکاپویی و تکامل بشر عاشق است. به قول نیما، من عاشقم بر آن که رونده است. و این پویندگی و روندگی و جریان داشتن به صورت سیال در این عمر کوتاه و کشف کردن جلوه های مختلف معشوق در صور مختلف، راز عاشقانه زیستن است. بله جانم، خیلی مقدمه کاملی دادی و جامع الاطرافی. علی جان، میدانی هر لفظی یک ضوابطی داره، یه مفاهیمی داره، و تا زمانی که این ضوابط و روابط مشخص نشه، ما شاید عبده الفاظ بشیم ولی در عمل هیچ گونه تجربه ای از این معنی نداشته باشیم. اجازه بدین بنده خدمتون عرض بکنم، اکثر افراد وقتی صحبت از عشق میشه، علی جان، در مقابل ترس، در مقابل احتیاج عرضی، نه احتیاج ذاتی، چون احتیاج ذاتی هر فردی، هر شیئی عشق. آیا من میخوام این رو وارد این مرحله از سوال جواب بکنیم علی جان، که آیا علت این که ما این بحران‌های فعلی رو در روابط انسانی، چه به صورت خانوادگی چه به صورت بین المللی، ایجاد کردیم، آن است که اون درجه ترس، تنهایی ما رو به جایی رسونده که حتی مفهومی مثل مفهوم عشق از روی احتیاج هست، از روی آن است که بخواهیم یک کنترلی ایجاد بکنیم، یک مفهوم پوشالی ایجاد بکنیم، یا آن که علی جان من میرم حالا توی مرحله خدا و انسان، دیگه بالاتر از اون نمیبینم. آیا فکر نمی کنید همون ارتباط بین خالق و مخلوق به معنی عاشق و معشوق خودش یک گرفتاری های ایجاد کرده، حالان که هم عاشق هم معشوق همه نیازمند عشقن که پویایی داره، یعنی آن که دوگانگی وجود نداره، ترس وجود نداره، احتیاج وجود نداره، بلکه رابطه ضروریه وجودی یک فرده که این ارتباط سالم رو ایجاد کنه. میتونین یه مقدار در مورد اون صحبت بکنیم؟ عشق، بله. ترس، عاشق، معشوق. خدمت شما عرض کنم که جستجوی عاشقانه بشر
که همواره در پی موتن گم شده خودش هستش، همیشه از درد شرحه خودش به قول مولانا شکایت میکنه و اون جدایی که به این در واقع حبوط زمینی دچارش کرده همیشه منشأ ترس و استراب و نگرانی های گوناگون او هستش و در واقع اگر مهرورزی هم در خیلی از موارد انجام میده برای این هستش که با تملک پذیر بودن معشوق خودش رو از ورطه بیمعنایی و ورطه اینکه در واقع پاسخی نداره برای زندگی نجات بده. چگونه میشه از این در واقع از این دور باطل که خودش یک مرحله هستش از کشف حقیقت خارج شد؟ نکته در اینجا هستش که غایت عشق به یگانگی میرسه. غایت عشق این هستش که همونطوری که در ابتدای مثنوی معنوی اون نایی که از خیشتن تهی هستش از جدایی ها شکایت میکنه، غایتش برای یکی شدن عاشق با معشوقه، یکی شدن غایت ایمان هم حتی اینجا میشه تعریف بشه، غایت ایمان هم یکی شدن مخلوق و خالق هستش. اینکه حافظ در جایی میگه که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یا مولانا جای دیگه بهش اشاره میکنه، میگه که هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم اینو همان، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. یا سنایی میگه هر که عاشق شناسد از معشوق، قوت عشق او به غایت نیست. این قوت عشق او به غایت نیست کلید شکست های عشق های رومانتیک، شکست های بشر هستش در علایق خودش که با شوق بسیار دنبال میکنه و این شوق و لذت همیشه همراه همه. یعنی وقتی که بشر در پی در واقع عشق هست، معمولا به طور ناخودآگاه و طبیعی و بیولوژیک به دنبال لذت هستش، به دنبال فرار و پیدا کردن راه فراری از این رنج بی انتهای هستی هستش. و این نگاهی که حائل میذاره بین عاشق و معشوق، حائل میذاره بین در واقع آفریدگار و مخلوق، این نگاهی هستش که باز به رنج بیشتر منتهی میشه. زمانی از این تسلسل ملالاور که تکرار درش هستش بشر خارج میشه، که دمی انسان به این حقیقت برسه که برای خیشتن خودش دیگری هم اوست. حالا اون دیگری میتونه یک انسان دیگه باشه، اینجا به در واقع مهرورزی غیر شرطی میرسه، میتونه این دیگری هم اوست به در مقابل با یک حیوان باشه که به طبیعت احترام بذاره، به درختان و وجود طبیعی که غیر انسانی هستش ولی جان داره احترام بذاره، و میتونه به این گسترده پر رمز و راز که هیچی ازش نمیدونه باشه. یعنی خودش رو مرزی میان خودش و دیگری نبینه. اونجا هستش که انسان به حقیقت عشق نزدیک میشه و این پرسشگری اساسی که عشق چیست براش سعادت میاره. پس یعنی علی جان میدونید اینشتین که
در این حالی که یه فیزیکدان بود، همیشه دلش میخواست این مفهوم عشق رو بفهمه و بلخص اون رو با واژه خدا خیلی ارتباط داد، که در حقیقت مفهوم خدا به عنوان معشوق حقیقی اون کازمیک لاو، من اصطلاح اینشتین رو به کار میبرم، یه عشق کیهانی، عشقی که نه فردیت رو در نظر میگیره و نه انکار میکنه، بلکه تجلی اون شمس حقیقت که عشق در هر ذره‌ای به قمیص اون حالات ابراز میشه. یعنی همونطور که شما عنوان کردین، اگر ما اون کازمیک لاو یا عشق کیهانی، عشق جهانی رو نداشته باشیم، تمام آنچه که ما بهش میگوییم عشق در حقیقت یک هوس و یا لذت محدوده است. آیا شما با این ارزشیابی اینشتین موافق هستین؟ من دیدگاه ایشون رو احترام میگذارم بهش و در این حال میخوام در نگاه بزرگتر سیر و سلوک عشق رو هم بهش اشاره کنم، که عشق تنانه هم پله‌ای هستش، چه لذتهاش چه ناکامیهاش، به شرطی که در اون حوزه و مرتبه نماند، به دنبال در واقع امتداد این پرسشگری باشه که عشق چیست، که به مرحله بعدی برسه هم صورتی از تجلی عشقه. چرا که چون شما به اینشتین اشاره فرمودید، میخوام این نکته اشاره کنم که آفرینش ماده و انرژی در واقع با ذریب نور به هم دیگه قابل تبدیل هستن، از هم دیگه قابل تفکیک نیستن حتی از نظر فیزیکی، و از این جهت دعوای بین عشق جسمانی و عشق روحانی که خیلی مطرح شده، که عشق جسمانی شما اگه عاشق گلی شدید یا عاشق روی گلرخی شدید، اون عشق نیست و اون عشقی هستش که انسان باید به چیزی که در غیب هستش عشق بورزه. من میگم که در پاسخ این سوال از حافظ وام میگیرم، میگه که گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و هم آن کنند. اینها مرتبه های مختلفی از عشق هستش. مرتبه که اینشتین به اشاره داره مرتبه والای عشقه، که شما وقتی که اون تجلی حقیقت رو در گلرخی دیدی یا در گلی دیدی یا در چیزی بیرون خودت کشف کردی و از اون مرحله باز به پاسخ این که عشق چیست نرسیدی، به یک مرحله بالاتر به جستجوی خودت ادامه میدی و در نهایت به این میرسی که کل آفرینش با تو مرزی بینش وجود نداره، اون مرتبه والای عشق هستش. اما این جنگ 72 ملت که برای پرسش های اساسی که در زندگی مطرح هستش پاسخ قاطعی قائل هستش رو من باهاش موافق نیستم. هر کسی از ظن خود شد یار من، اما وقتی که از ظن خودش یار من شد، اگر به کشافی و جستجوگری ادامه بده، این سیر و سلوک رو طی طریق میکنه و اون تجربه عارفانه خودش رو طی میکنه که خاص خودش هست. به قول اون بیت معروف میگه عارفی کو کند فهم زبان سوسن،
یعنی این سوال مطرح میشه که همین اشاره داره به این نگاه اینشتین که آیا ما زبان یک گل میفهمیم که ازش بپرسیم که کی اومده و کجا میره و چرا اومده. این پرسشی که تجلی حقیقت عشق و شگفتی آفرینش رو در تمام در واقع مراتب آفرینش ما بتونیم ببینیم و بهش احترام بگذاریم و تکریمش بکنیم، این نشانه در واقع عاشقیه. و این نشانه عاشقی در مردم دیندار و شیخانی که مدعی دینداری هستند شاید نباشه، چون که عشق به این نگاه هم مخلوق رو دیدن هست هم خالق رو دیدن هست. و به قول گاندی اگه کسی در موجود زنده که کنارش هست نتونه خدا رو ببینه، لزومی نداره نظری دورتر بیفکنه. متاسفانه این ما از این مقام عالی بسیار فاصله داریم، حتی ما در دوست داشتن خودمون هم واموندیم، حتی ما خودمون رو هم فراموش کردیم، چرا که اون ودیعه رمزآلودی که ما رو وصل میکنه به این بیکرانگی شگفت‌آور آفرینش در درون خود ما هم وجود داره. گاهی اوقات انقدر اسیر تسلسل روزمرگی زندگی اجتماعی میشیم که از خیشتن خیش هم غافلیم. تمام این پرسشگری ها که عشق چیست، ایمان چیست و سوال های بنیادی برای این هستش که انسان خیشتن خیش رو بشناسه. و به زبان دیگه عاشق واقعی نه از جهت خودخواهی بلکه از جهت معرفت وجود و هستی خودش رو احترام بهش میگذاره، قدر لحظه زندگی خودش رو که یک معجزه هستش واقعا میدونه و این رو هرگز نمیتونه آدم متوجهش بشه در هیچ کتابی، هر چقدر هم بخونه نمیتونه باش متوجه بشه تا باش روبرو بشه، با گوشت و پوست و خون خودش حس نکنه. تجربه مرگ با اینکه تجربه عظیم و بسیار غم انگیزی هستش، اما نزدیک شدن بهش، احساسش ما رو به این پرسش بیشتر وامی داره که زندگی چیست، به زندگی ما نزدیک میشیم. وقتی که ما در دنیای پیرامونمون در جامعه بشری که پر از جنگ هستش، پر از نفرت هستش، پر از منفعت طلبی هستش، به قول شما پر از این هستش که انسانها به دنبال صاحب شدن چیزهای مختلف یا آدمهای مختلف هستند، حتی وقتی هم به کسی عشق میورزن، حالا چه در مقام در هر مقامی باشن، دوست دارن که کامل از ترس از دست دادنش، این ترس از دست دادن، اون استرابی که بهش اشاره کردم، اونقدر در واقع نگرانی از دست دادنش بهشون غالب بشه که از شناختش غافل بشن. و این پرسش عشق چیست همیشه و همیشه به معرفت میرسه، چه از مرحله تنانه شروع بشه و چه از مرحله روحانی آغاز بشه. عشق، این نکته خیلی مهمه، سوال عشق چیست و فکر کردن بهش که انسان رو به شکوه یک ثانیه، به آگاهی این دم، به قول خیام، چون معلوم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. پس انسان میخنده به همه نگرانی های خودش و به این رنج بی انتها و این زندگی سوگناکی که کوتاه هستش میخنده، چون متوجه میشه که
کنترل هیچ چیزی رو در عالم نداره. و اون طرب رندانه، اون شادی رندانه کلید معرفته، کلید مهربانی بیچشم داشته، کلید ایثاره، کلید این هستش که من نباشم تو باشی. این خلاصه عشق. بله، ممنونم از این توضیح. بیایم حالا علی جون، ما یه 10 دقیقه دیگه داریم که با هم یه محاوره خوبی داشته باشیم، بعدم یه 3-4 دقیقه داریم که یه جمع‌بندی شما بکنی. بیایم این رو حالا از حالت عرفانی بیاریمش روی زمین، ارتباطات بین انسان ها. شما به چند واژه کلیدی اشاره کردی: رابطه عشق با اختیار. یعنی اگر من از روی احتیاج اختیار بکنم یک رابطه با یک فردی داشته باشم ولو به ظاهر دوستانه، من فکر نمی کنم علی جان ما به این میتونیم بگیم عشق، چه که دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یک دیگر را دوست داشت و دارن. این اختیار با عشق، آیا اگر اختیار با عشق یه ارتباطی داره علی جان؟ الان من در عالم خلق، مال شما منو برده بودی تو عالم حق، من دارم گم میشم، ریاضت کشم، اومدم تو عالم خلق. آیا اصلا عشق بدون عرفان، علم، دانش میتونه ایجاد بشه؟ یعنی آیا من حالا عنوان این برنامه رو میگیرم، بدون دانش حقیقی و ایجاد یک بینش واقعی که بعد پرهای من رو باز بکنه که بتونم پرواز کنم به قله های آزادی، آزادی از خود، آزادی از افکار پوسیده، میدونی؟ همین میتونه در مورد رابطه تصنعی عشق بین زن و مرد درست باشه، میتونه بین دو تا برادر باشه، میتونه در مورد عشقی که تو به این گلدونه داری و به این گله داری درست بشه. به من بگو، سوال اینه: رابطه عشق با عرفان و عمل و اختیار. خدمت شما عرض کنم که انسان در طول مسیر خودش در مقابل احساساتی که داره، حتی در نمیتونه نمیشه منکر شد که انسان احتیاجاتی داره. اون احتیاجات غذا، خواب، خوراک، سرپناه و احساس امنیت فکری و گریز از این پریشانی اندیشه هستش. حتی وقتی که ما به گذشته خودمون هر کسی نگاه میکنه، حتی بزرگترین عارفان در واقع ادبیات ما، تاریخ ما یا تاریخ بشریت، از اشتباهات خودشون بوده که آموختند. و قصه شیخ صنعان در واقع خرقه رهن خانه خمار داشت رو همه باش آشنا هستن. یه نماد کلاسیک هستش که اون زاهد که استاد عرفان بود عاشق زن جوان ترسایی شد که او رو وامی داشت که بره
در واقع شراب بخره. و بعد از اینکه از اون مرحله گذشت به حقیقت بالاتری رسید، پس اینا پله هستش. ما همیشه نسبت به گذشته خودمون شعورمند هستیم و نسبت به آینده خودمون ناآگاه. انسان عاشق حتی اگه در واقع در روابط زمینی خودش به دنبال تملک بوده یا با عشق آغاز کرده، به چیز دیگه ختم شده، از سر نیاز به چیزی روی کرده، بعد دیده که نیاز روانی خودش رو نیافته پس از مدتی، از این آزمون و خطا و از این شهود به مرتبه بالاتری میرسه. پس اون پله ای میشه براش. اون پله هم در واقع ارج و حرمت خاص خودش رو داره، اگه که منتهی بشه به مقام والاتری از آگاهی. حافظ خیلی زیبا بهش اشاره داره، میگه که چو یار ناز نماید ما نیاز کنیم. در واقع ناز و نیاز و این داد و ستد همیشه هست، اما مهم اینه که انسان در چه مرحله‌ای بمونه. همون که گفتم، وقتی که به دنبال این باشه که پاسخی بیابه برای این که عشق چیست، در همون پاسخ میمونه، در همون مرتبه میمونه. باید این پویندگی رو داشته باشه و این جویندگی رو داشته باشه. چیزی که در واقع معنا میده و انسان رو فروتن میکنه این هستش که تجربه عرفانی، تجربه معرفتی به یک عامل بستگی داره و اون عامل این هستش که انسان با تمام وجود خودش آگاه اون لحظه باشه، شاهد اون لحظه‌ای باشه که درش هست بدون اینکه هیچ قضاوتی بکنه. متاسفانه چه در عشق روحانی، چه در عشق جسمانی، چه در هر مرتبه‌ای از سیر و سلوک تکامل بشری که بهش بنگریم، انسان با غفلت و آگاهی روبرو هست. یعنی ممکنه که کسی باشه که برای خود من، برای هر کسی پیش آمده که کتاب‌های بسیاری خونده باشه، مراتب مختلفی رو طی کرده باشه و و و و و، ولی غافل باشه و اون غفلت از درک ساده ترین چیزها رو باز می‌داره. پس عاشق همیشه مست اون لحظه ای هستش که زندگی درش جریان داره. پس یعنی این که علی جان، یه دو سه تا سوالم اومده میخوام بهش برسم، ولی بذار این محاوره رو به یه جای قشنگی برسونیم. ببینین، من میتونم عامل خوبی باشم، کارایی بکنم اصلا مطابق کتاب، مطابق انتظارات مردم، ولی اگر آنی تفکر و تعمق در این اعمال و رفتار و عواملش و تأثیراتش نکنم، آیا من اصلا مفهوم عشق رو که یکی از علائمش پویایی به سمت کمال رفتنه، باطن رو در ظاهر دیدن و اسیر ظاهر نشدنه؟ ببین، من میخوام اینا رو بیارم در مرحله‌ای که الان. ببینین، وقتی شما دین رو مثال زدی، چه دین چه علم، الان ما میبینیم که از اون بحر عشق خارج شده. چرا؟ که علم میخواد همه چی رو با تجربه حسی
ثابت کنه. اصلا متافیزیکی وجود نداره، همش فیزیکه. اون چیزیه که من پنجتا حسم به من میگه. دقت کنید، وقتی در مقابلش همون شخص غافله از این که این انسان فقط پنجتا حس نداره، حداقل پنجتا حس درونی هم داره که یه مقدار قوه تخیل بهش میده، تفکر بهش میده. ببینین، من میخوام من و شما اگه بتونیم، الان میدونی که علی جون یه دو سه روز دیگه والانتاینز هم میاد و دیگه باید شما هرمس بخری و لوی ویتان بخری و کفش و کلا کنی، بری به اون کسی رو که دوستش داری نشون بدی که هرمس واسش خریدی. نری یه دفعه علی جون یه گل از باغچت بکنی بدی بهش. اصلا این نشون میده تو قدر نمیدونی. ببینین، من میخوام بگم همه چی آپساید دانه الان. یعنی در حقیقت یک ساعت تفکر بهتر از 70 سنه عبادت است. آیا نشون نمیده که دین باید مفهومش عشق باشه؟ اعمال باید ما رو به عشق ببره. ببین، من میخوام یه ذره بشکافیش که من وقتی این تموم شد علی جون بفهمم والانتاینز یا اون حتی اون سنت والانتاینزه، اون در حقیقت اسم کسی بوده که عشق بلا شرط به همه داشته، به فقرا، به کودکان، به اون کسی که تو فکر کردی دشمنته. ببینین، من میخوام از جنبه مادی درش بیارم، چون اگر من عشقم رو فقط با هدایا، با محدود کردن و محصور کردن در علم فیزیک بخوام نمایان کنم، این که تموم میشه که فردا چی کار کنم؟ یه مقدار در مورد اینا حرف بزن تا من سوالای بعدی رو بکنم. بله، متاسفانه دین در این خلاصه شده که سالی یک بار یا هفته چند بار یا روزی چند بار کسی وردی بخونه. عشق به قول شما، عشق انسانی در این خلاصه شده که روز خاصی کسی به کسی هدیه بده و مظاهر زمان در این خلاصه شده که در واقع کسی ابزار پیشرفته تکنولوژیک داشته باشه. متاسفانه این شلوغی امروزی جامعه بشری ما رو از معنا به قول شما بسیار دور کرده. عشق یک حماسه دم به دمه. عشق نثار لحظه های عمر خیشتن به دیگری، یا به خودت، یا به خودت، یا به خودت، لحظه نثار ادراک اعجاز زیستن هستش به خیشتن خیش، احترام و تکریم جان هستش در یک جاندار، اگه بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم. بله، چون مثلا معیار وجود نداره که کسی چقدر دوست داشتنی هستش یا چقدر زیبا هستش یا چقدر باید دوست داشته بشه، معیاری وجود نداره. ولی این معیار جهانی وجود داره که هر کسی که جان داره قابل تکریم هستش. چرا؟ چون که وجود جاندارش سبب میشه که من از دیدگاه هستی شناسی یا اگزیستانسیم وجود خیشتن رو در وجود دیگری ببینم و ادراک بکنم هستی رو. پس میتونه انسان تکریم بکنه هر لحظه در مواجهه با انسانی که در واقع موزون هستش و همفاز هست، هماهنگ هست با این تفکر، حیوانی که به ذات معصوم هستش. من با افتخار میگم من یکی از بزرگترین معلمان زندگیم سگی بود که داشتم و چندی پیش در واقع عمر کوتاهش
به جاودانگی رسید. یکی از بزرگترین معلم های زندگی من بود. با افتخار این رو میگم. و در کنار سعدی، مولانا و خدمتون عرض کنم عرفای بزرگی که تاریخ بشریت داشته، نگاه یک سگ چیزی رو به من آموخت که در هیچ کتابی نیست. بله. پس انسان میتونه اون وجود اسرارآمیز خیشتن خودش رو در احترام به وجود دیگری، در نثار تمام عیار و حماسی، اون حماسی که اول بهش اشاره کردم، حضور خودش، عشق رو اگه بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم، در حضوره. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. مرحبا مرحبا. اگه حضور وجود داشته باشه، غیبت وجود نداره، غفلت وجود نداره. انسان ها شکست میخورن در عشق به خاطر اینکه به دنبال پیروزی هستند همیشه، در صورتی که عاشق واقعی او کسی هستش که مغلوب شده، پیروز مسافه عاشقی مغلوب است. آفر. او کسی که شکست خورده پیروز عشقه. او کسی که خورد شده مرده، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چه مردید همه روح پذیرید. او که مرده زندگی جاوید یافته در عشق. آفرین آفرین. من نمیدونم چجوری تشکر کنم علی جان. یعنی در حقیقت شما یه دو سه تا نکته رو من یاد گرفتم، بعد دو دقیقه میدم شما یک خطبه نهایی اعلان بفرمایید. عشق یک هنره، هنریه که جا و مکان و این شی و اون شی نداره. عشق یک پدیده پویای در حال جولانه. واسه همینه علی جون، نه عاشقه زیاد مهمه نه معشوقه. بله. چون اون عاشق و معشوق به قول مولانا عشق رو در حقیقت لازمه اساسی هم عاشق میدونه هم معشوق، که تا جایی که این عشق برای اینکه تجلی بکنه این دوتا رو لازم داره. و جالبیش اینه که معشوقه به دنبال عاشقه، همانطور که عاشقه به دنبال معشوقه. ببینین ما میخواییم در حقیقت، شما این بیانی رو که فرمودین که فنا یک طریقتیه که تجربه میشه عشق، خیام ها، مولانا ها، چون اینا هم شریای خوب شما هستن، من اسم میبرم، این فنا از چی؟ فنا از اون افکار محدودهی که ما فکر کردیم عشقه. بله بله. اینجاست که شما در حقیقت میفرمایین، اگه من درست فهمیده باشم، که شکست یعنی فنا در راه عشق خودش نعمته. چرا؟ چون باعث میشه من از اون تعاریف محدوده محسوسه و حتی معقوله عشق و عشق ورزی رهایی پیدا بکنم. درست اینو فهمیدم یا خیر؟ دقیقاً دقیقاً. خدمت شما عرض کنم که شما بسیار درست چکیده منظور من رو بیان فرمودید، شیواتر. استغفر. ما همیشه پا به روی نیستی داریم، زیر پای همه ما نیستیه. از این جهت عشق حماسه است، چون که زیر پامون نیستیه ولی به هستی میپردازیم. هیچ کسی خبر نداره ثانیه دیگه چی میشه، از این غافلیم. اگه این آگاهی از این بیابیم، ترس و رنجی دیگه نیست، کمدی الهی میشه. زندگی رو ما از آغاز به انتها میکنیم. ولی پرسشگری این که عشق چیست،
و تجربه های شکست های مختلف که حماسی طی می کنیم که جلوه معشوق رو در چیزی بهش هستیم و شکست می خوریم درش و شکست می خوریم درش و رنج می کشیم و این جدایی رو که با انسان زاده شده بیشتر حس می کنیم ما رو به این مقام می رسونه که از آخر زندگی که چه اتفاقی می افته که بزرگترین حقیقته که مرگه، چون در هر شکست انسان می چشه کمی از مرگ رو، اون رنج، اون تلخی هجران که نیست در عالم ز هجران تلختر، انقدر کشنده هستش. با قول فریدون مشیری، تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق. این کشندگی و این چشیدن طعم مرگ ما رو به این مقام میرسونه که ما از آخر به ابتدا برسیم. مرحبا، یعنی در عاشق از آخر زندگی به اول میرسه. آیا این درسته بنابراین که در حقیقت عاقل شاید از اول به وسط به آخر میخواد بره، حتی عامله، چون عامله محدوده در عمل، عاشقه آخر رو در اول میبینه و وسط و اول و آخری واسهش وجود نداره؟ نداره، زمان حل میشه. زمان حل میشه، اون طرب عشق که همه ازش صحبت میکنن، این فارغ شدن از این دور تسلسل ملالآور هستش، چون از آخر به اول میرسه، این دور ملالآور مرگ، رنج، زندگی پایان میپذیره. آیا پس میتونیم بگیم علی جون، ببین شما شروع کردیم، من نمیخواستم به این جواب کشه، پس مرگ اگرچه به ظاهر دردناکه ولی فی الحقیقه بشارته. چون یه جدایی میاره از اون چیزی که محدود بود، مقید بود. اینه که حتی موقعی که میگوید ما مرگ رو برای تو بشارت قرار دادیم، من فقط این رو مرگ جسمانی نمیبینم. یا موقعی که شما دقت کن، یه چیزایی شما گفتی منو یه مقدار تشویق کرد. ببینین، سوال کردن در مقابل عشق، در مقابل قبر، یه واژه‌ای است که هم عطار، هم مولانا، هم خیام، هم شهریمون میگه رابطه‌ای هست بین قبر، بین سوال کردن، بین آزادی و قیامت. دقیقاً. قبر در حقیقت اون محدوده‌ایه که تو درست میکنی. سؤال ملائکه در قبر یعنی اون قوایی که باعث میشه تو قبر خودت رو مورد سؤال قرار بدی، آزاد بشی و اون خواسته های نامعقول رو به خاک بسپری. حالا برو علی، به چنین گفت زرتشت نیچه، کجا داری میری؟ میرم قبرستون. چرا؟ میخوام برم این خدا رو به قبر بسپرم تا خدا آزاد بشه. ببین دقیقاً. بله بله. و این کوزه، چون من عاشق زاری بوده است، آفرین، بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است. انسان وقتی که در خشت خام وجود خیشتن خیش رو ببینه، عاشق وقتی که در خشت خام وجود خیشتن خیش رو ببینه، از ملال زمان رهایی پیدا میکنه، از نگرانی های بی انتهایی که ذهنش 24 ساعت 7 روز هفته پشت هم پیاپی میارن و سبب بزرگ شدن و تسلی و
تسلط اون نفس شوم انسان میشه که کارهای غیر نیک انجام میده رو مانع میشه. وقتی که خودش رو در خشت خام ببینه، وقتی که آغاز رو در پایان ببینه، پایان رو در آغاز ببینه، از این محدوده ملالآور و سوگناک زمان که عمر کوتاه هستش رهایی پیدا میکنه، به جاودانگی میرسه. انسان در پی جاودانگیه، ورای اینکه در پی لذت و در پی معرفت هستش و در پی در واقع تسلی خودش هستش، در پی جاودانگیه. وقتی که به جاودانگی رسید، زمان از میان رفت، انسان کامل میشه. راز انسان کامل شدن ورای زمان رفتنه. پس البته علی جون، شما وقتی میگی انسان کامل، چون میدونی که من ضعیف ریاضت کش اصلا نمیدونم حرکت چیه که تازه برم به کمال، شما این کامل رو به صورت نسبی داری استفاده میکنی، چون خود رسیدن به کمال مطلق خودش عشق رو نابود میکنه، چون به خلع و بیمعنایی منتهی میشه. حالا من یه سوال کلی ازت بکنم، آیا پس ما میتونیم یه نتیجه بگیریم هر چیزی که ما رو از اون عشق ورزیه به اهل عالم، به حالا از حالت کیهانی هم خارج بشیم، من میکنه، چه میخواد دینمون باشه، چه میخواد سنتمون باشه، چه میخواد فرهنگمون باشه، اگر باعث بشه که من و شما عشق ورزی یعنی حرمت نداشته باشیم، عقل و خرد پروری رو از دست بدیم، آیا فکر نمی کنی اینا خودش یه معیاریه که ما ببینیم در مسیر عشقیم یا عشق یه وسیله‌ایه که استفاده می کنیم برای اینکه عقاید پوشالی خودمون رو بیشتر پهناورش کنیم؟ دقیقا نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. این آگاهی این که از این چه کاری میکنیم تا اینکه ادعای این که چه کاری میکنیم دو چیز متفاوت هستش. کسی ممکنه ادعای شناخت تمام عالم غیب بکنه، ولی در ساده ترین رفتارش از در واقع همون مسئله تکریم به جان غافل هستش. نشان عاشقی تکریم به و پرسشگری دائم، نقد دائم هستش که آیا من عاشقم؟ جوابش این هستش که آیا من هنوز میپرسم که عشق چیست؟ آیا من هنوز در پی عشق هستم یا نه؟ عاشق بودن یعنی که هنوز در پی این پرسش باشه آدم که عشق چیست؟ آیا این خود این سوال نیست؟ سوال کردن که انسانها رو از کسلی، از این که به هم عادت بکنن، از این که از یکدیگه خسته بشن رهایی میده، چون عشق رو میتونه یه بحری بکنه که اعماق انقدر بی انتهاست که هر روز یک لایه از اون رو میتونه شاید برداره. پس بنابراین ما میتونیم بگیم وقتی دو نفر خسته میشن از هم، دو نفر نمیتونن احساس آرامش بکنن، علتش میتونه این باشه که یک مفاهیم کاذبی از عشق و محبت ایجاد کردن. بله، اون مفاهیم کاذب پاسخهایی هستش که پاسخهای کذبی هستش که به پرسش عشق چیست دادن برای خودشون. آفرین. و حالا اگه یه معیار داشته باشن که
ارزشیابی کنن چیه علی جون؟ اگه یه معیاری داشته باشن که ارزشیابی کنن، اون شعف، همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، اون شعف شناختن شگفتی جدیدی در حضور دیگری که معشوقه، هر لحظه انتظار باید داشته باشه عاشق، که انتظار کشف شگفتی جدیدی بکنه در کنار معشوق خودش. آفرین. و این غیر منتظره هستش، بی برنامه ریزیه. هر چقدر آدم برنامه ریزی بکنه امکان نداره، فقط باید حضور داشته باشه، حاضر باشه، غافل نباشه. وقتی که غافل شد به کسالت میرسه، وقتی که پاسخی پیدا کرد برای این سوال که عشق چیست، همونجا عشق متوقف میشه، از پویندگی خارج میشه. پس الان دوباره من الان پس فردا والانتاینزه، من میخوام ببینم چی کار باید بکنم. علی آقا شما زندگی شما این کمرشالیزم دنیا رو به هم نزن، مردم میخوان اصلا این جواب بله بگیرن، نه دختره رفته خونش رو فروخته یا بنز خریده واسه این. میتونی به ما بگی که اصلا لازمش این کارا نی؟ نه، لازمش بخشیدن یک لحظه آگاهی در با حاضر بودن تمام عیار. یعنی وقتی که انسان تمام و کمال حاضر باشه در لحظه ای، برکت میاد و اون برکت در واقع بی انتها هستش. من توصیه میکنم اگه کسی برای کسی میخواد هدیه ای بخره، یکی از بهترین هدیه هایی که برای یکی برای یکی میتونه بخره کتاب هستش. میتونه موسیقی بخره، کتاب بخره، اینا قیمت مادی چندانی ندارن، ولی انسان رو سیال نگه میدارند در اینکه انسان هیچی نمیدونه. بله، عاشق کسی هستش که میدونه که هیچی نمیدونه. مرحبا. همین چیز، همون زمانی که در واقع عارف هم همینطور، عارف هم، عارفی کوک کند فهم زبان سوسن. عارف هم کسی هست، کسی معرفت داره که بدون هیچی نمیدونه. وقتی بدون هیچی نمیدونه، همیشه در اون در واقع جریان هستی شناوره، در اون اقیانوس بی انتها شناوره. و فارغ از این که عشقش چه گونه ای باشه، چه مقامی داشته باشه در این سیر سلوک، از تنانه شروع شده باشه به روحانی رسته باشه یا در مراحل مختلف طی بکنه، اون برکت همیشه جاریه برای خودش و برای جهان و برای دیگری و انتهایی وجود نداره، به جاودانگی میرسه. مشکل ما این هستش که همه چیز رو قاب کردیم، همه چیز رو اشانتیون به صورت در واقع نسخه برای هر چیزی پیچیدیم. عشق درد بشر نیست که نسخش روز ولنتاین و رسم و رسومات این چنینی باشه که نمادهای به ظاهری میفرزیم. عشق درمانه. آفرین. عشق درمان رنجهای بیپایان بشره، حتی اگر در مرحله عشق انسان باشه، عشق تنانه انسان باشه به انسان دیگه. مگه فردوسی عشقی که بهش میپردازه، عشق تنانه از بیژن و منوژه، خدمت شما عرض کنم که، و داستانهای عاشقانه دیگه، خود سهراب چگونه به وجود اومد، عشق تنانه بود میان رستم و مادرش و اون هم عشقه. ولی این سیالیه در این که عشق چی هستش مهمه. ممنونم، ممنونم علی جان. نمیدونم چجوری تشکر کنم. من فکر میکنم ما یه بذرهایی کاشتیم در قلوب افراد و در افکارشون که شاید یک تأملی بکنن، ارزشیابی بکنن، دوستی و عشق و محبت واقعی رو از آنچه که مجازی، تصنعی و ظاهری است تفکیک کنن، تا شاید
به حقیقت عشق که با عشق ورزی به خودشان و به دیگران، حتی اگر شیئی باشه، حیوانی باشه، گیاهی باشه و بعد از همه مهمتر انسانی باشه. با تمام وجود تشکر میکنم علی جان از تشریف فرمایید. ممنونم. سپاسگزار از محبت شما و اینکه اجازه دادید به من در باب عشق گفتگو کنیم. عشق رویت صدق، نه روایت علم. قربان شما. تا دفعه‌های بعد که من از وجود شما مستفیض بشم و با هم بتونیم یک عشق گسترده تری رو ایجاد بکنیم برای بینندگان و شنوندگان عزیزمون. خدا نگهدار علی جان. عشق است. خدا نگهدار شما. بان شما. بینندگان عزیز و محترم، همونطور که ملتفت شدید، برنامه این دفعه هدف اساسی بنده آن بود که نشان بدهم عشق یک پدیده است که با خودش خردمندی داره، احساس داره، عاطفه داره، ظاهر داره و باطن داره. عشق میتونه به صورت یک هنر توصیف بشه. به همین دلیل که کتابایی وجود داره تحت عنوان هنر عشق ورزیدن. عشق میتونه همونطور که اریک فرام در این کتاب میگوید، The Art of Loving، میتونه عشق مادری باشه، میتونه عشق برادری باشه، میتونه عشق خدایی باشه، ولی همش منوط به یک اصل یگانگی، وحدت در کسرت. عشق که در حقیقت اون کلبه های پوشالی تصنعی رو خراب میکنه، عشق واقعی هست که ما در افراد ذهن سیاه و قلب تاریک نبینیم، بلکه سعی کنیم که بفهمیم که اون فرد چه میگوید و چه میخواهد. پس اگه دقت بفرمایین، ما نمیگوییم که عشق مفاهیم ظاهری نداره. والانتاین یک بهانه است. هر روز ما بایستی والانتاین باشه. آیا شما همسایه‌ای دارید که تنهاست؟ آیا کودکی رو در ایران میشناسید که محتاج قابلیت شکوفا بشه؟ عشق بورزید، یعنی همیشه مایندفول باشید، تمرکز کنید در آن که از کجا آمدیم، به کجا می رویم، وطن اصلیمون چیه؟ آیا وطن ما ایران یا امریکاست، یا وطن ما اونجاییست که عشق همیشه پویایی خودش رو نشون میده؟ خانم آقایون، این در حقیقت برنامه بود که من خواستم نشون بدم به شما که اگر سنتی، اگر فرهنگی، اگر دینی، اگر آرمانی ترس شما رو بیشتر میکنه، شما رو از هم جدا میکنه، شما رو احساس برتری و بهتری بهتون میده، فکر میکنید که برگزیده اید، فکر میکنید نابغه اید، از اینا رهاتون کنه تا اینکه دل هر ذره را که بشکافی این آفتاب عشق رو ببینی، تا اینکه این خورشید عشق رو که بر همه میتابه تو بتونی در هر ذره ای از ذرات ممکنات بتونی یک صفت عشقی در وجود اون ذره، در اون حیوان،
در اون گیاه و در اون انسان پیدا بکنی. این مفهوم والانتاین. ما نمیگوییم همش معنویه، ما نمیگوییم عشق معنوی، عشق ربانی، عشق الهی فرق داره با عشق زمینی. نه، عشق عشق در مراتب مختلفه خودش رو نشون میده. اونی که عشق الهی داره یعنی اله، یعنی خیر عمومی، یعنی به همه خیرش میرسه. جنسیت مطرح نی، قومیت مطرح نی. بنابراین هر روزی که ما قلبمون خالی از تعصب، بغض، کینه است، قضاوتهای بیجاست، اون موقع روز روز عشقه. بعضی ها اینا رو ظاهری میگیرن، ولی خوشا به حال آن کسانی که هم به باطن توجه دارن هم به ظاهر، یعنی با اعمال خودشون اون عشق درونی خودشون رو نشون میدن، حتی اگه طرف مقابل دشنام بده بهشون، حتی اگر طرف مقابل بخواد اینها رو خرد و کوچیک بکنه. در اینجا میخواهم تشکر بکنم از توجه شما. این برنامه مجدداً امشب ساعت 9:30 به وقت لس آنجلس که در حدود ساعت 9 صبح تهران است پخش می شود. همچنین این برنامه در جلویز هم می توان به صورت صوتی از آن استفاده بکنید. من می خواهم از کسانی که در جلویز با ما همکاری می کنند تشکر بکنم، مخصوصاً از صاحبان اون شرکت عظیم که به بنده لطف دارن و این ها رو عرضه می دارن. همچنین ما این ها رو به صورت پادکست، بعضی از این ها رو ایجاد می کنیم در پادکست مقام انسان، و همچنین شما می توانید به قسمت هایی از این برنامه ها در رادیو قاصدک هم گوش بدین در اونجا، و اگر نظری دارین ما رو محروم نفرمایید. امیدوارم هر روز و هر لحظه زندگیتان عشق به خود، عشق به دیگران و به عشق تمام عالم وجود باشد. روز و شبتون بخیر. قربان شما.